تست کیفی بکنیم. حالا سالها فکر میکردن که اینجا رو یه شهاب سنگ خورده ایتون نبیه جان دارم. سلام بچ، یه قیل ارتباه میکنم ایتون که نوشته که حسو شعره همه پایین با بیکینی و مایه و شورت بس سمسان یادانه قانون خاصی توی عمان نباشه. خیلی آدم های لارج و باحال و مهمان نوازی هست. اینجا در مورد اینجا اسمش بیما سینکهوله که سوراخ خیلی بزرگی که حالا به صورت سورپرایزی بهتون نشون میدیم سوراخ بزرگ. اینجوری داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم. اینجا سو پیکنیک اولمپیک هم باحاله. اینجا نمیشته ممنوع القفز، نه پرین از این بالا ارتفاعش خیلی زیاده و میشه پرید، ولی خب من خودم هم پیشنهاد نمیکنم که این ورا بیمارستان و بیمارستان اینا اصلا نیست. که پایین بله این هم از سوراخی که میگفتم، من نمیتونم ترجمه سینکهول دیگه چی بگم، یه سوراخ دیگه که حالا سالها فکر میکردن که اینجا رو یه شهاب سنگ خورده اینجوری شده. عمقش هم خیلی زیاد، حالا کسی نمیگه من نفهمیدم چقدر، ولی عمقش خیلی زیاد و عمقتهش در واقع شهاب سنگ اینا نبوده. قضیه این بوده که این زمین رانش کرده و اینجا آب شیرین جمع شده. مطلع هم که دره عمانه. این که ببینیم چون من اضافه کنم تو خیلی از حالا سایت های مثلا سفارت های کشور ها و اینا نمیشته که عمان اصلا نمیشه با بیکینی و چه میدونم مایو و اینا، ولی خب همه پایین با بیکینی هستم و هیچ وقت گزارش شد که مشکلی باشه. اصلا کسی نیست، نه پلیس ترافیکی هست، نه پلیسی هست، خیلی توریست مختلفی هم هستن از همه جا. افتان دارن آب شیرین میگیرن. Sorry, do you know how much is the depth of this hole? Anyone knows in internet? Maybe I don't know. Okay. کمی دیگه متوجه خواهیم شد. کیفی بکنیم خیلی نه سردم باشه میریم تو قهوه خیلی گرمه تست نکن. خب من تو که رفتم دیمه رو روشن میکنم. شما دارد
فاصله یک ساعتی از مسقطه و که حالا باز واسه سفر کردن به عمان حالا کاری که همه تقریبا میکنن یا مجبور میکنن که ماشین کرایه کنید، خیلی به صرفه تر میشه. خب با تور و اتوبوس هم اینجا میاد، مسیر باحالی هم هست و پارکینگ و یا ورودی اینا نداره. چی نداره؟ شهر کشور اسلامی مزایاش هست. خب بریم که داشته باشیم الان کجا بریم، ما همراه باشید تا پارت بعدی. مرکز شهر مسقط که همون دوره‌ای که در اقران پرتغالیا خلیج فارس و در عمان حاکم بودن اینجا رو داشتن، بازم داشتن با یه دوران اطراف و به همینطور که میدونید هر که تو شهر اینجوری و بندر اینجوری هر که در واقع صاحب این قلعه باشه صاحب شهر هم هست. من از تو فیلم اپل اون بنافارتی که جدید اومده بود یاد گرفتم. بیشترین توریست هایی که میان با کشتی فرود میان، بیشترین توریست های اروپایی که میان با کشتی فرود میان بیاس شهر رو. خیلی کوههای جالبی داره، خونه هاشون متروکه هست، نمیدونم خیلی جالبه. اینجا هم که یک دستگاه مسلسله
با میان در عمان خلیج فارس. خب اینجا حالا بیشتر انتقاب خوب میشن باشه عمان مثل غواسی فقایق همه خارجی هستن خیلی محیط دوستانه و به حالی بود. از صبح ما آمدیم چند تا مارینا داره خود عمان خود مسقط ببخشید در خونجا ما از مارینای موج چند تا مرسه قواسی داره که مرسه قواسی مولا مولا رو اومدیم خیلی عالی بود. اگه وقت بیشتری بود حتما میشد بیشتر باشون قواسی کرد. تو خود جنوب عمان هم میگن اونجا خیلی متنوع‌تر هست و حالا این میتونید مثلا قواسی دولفین ببینید و اینا اینجا اینجوری نیست. دولفین هم میشه دید ولی خب نه موقع قواسی هم باید هم ببینید مثلا آب و تور دولفین هم داره خیلی آب آبی رو حال داره و قایق هم بهمون نهار دادن فلافل و کباب و چند ساعت دارم 4 ساعت شد اینجا خیلی حس خوبیه نزدیک شب یلداه